به کانال خودتون یعنی حاشیه نیوز خوش اومدید. با لایک و کامنت و سابسکرایب ما را حمایت کنید و در حاشیه نیوز ببینید آشنایی با رادار آرایه ترکیبی SAR. نخستین رادارهای تصویرگر که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شدند از سامانه B-Scan استفاده می کردند که آنها با تصویری با چهارچوب مستطیلی ایجاد می شد. در این تصاویر فاصله از هواپیما یک محور و زاویه نسبی با جهت هواپیما محور دیگر را نشان می داد. چنین نمایشی به دلیل رابطه غیر خطی بین زاویه و فاصله دارای اعوجاج زیادی در نواحی مربوط به اطراف هواپیما بود. این اعوجاج با بکارگیری نمایشگر موقعیت یعنی PPI که در آن پرتو آنتن برای تصویربرداری از زمین به میزان 360 درجه حول آنتن چرخانده میشد تصحیح شد. با اینکه تصویر نمایشگر PPI هنوز تا حدی معوج بود، به نقشه دقیق زمین شباهت زیادی داشت. امروز PPI همچنان مورد استفاده است، هرچند که سامانه های عادی که دارای این نمایشگر هستند آنتن را 360 درجه دوران نداده و تصویر قطعی به میزان 120 درجه حول مسیر پرواز را نشان میدهد. رادارهای تصویرگر اولیه تصویر روی یک صفحه پرتو کاتودیک با فسفر دیرپا نمایش می‌داد. تصویر در جهت مربوط به موقعیت لحظه‌ای آنتن براق بود و به تدریج با حرکت آنتن در جهت دیگر تاریک‌تر می‌شد. ویژگی‌های فسفر در لامپ‌های کاتودیک عملاً نقشه‌هایی بودند که نواحی مختلف زمین و اهدافی مانند کشتی‌ها را در زمینه‌ای تاریک مربوط به آب و سایه‌ها نشان می‌دادند. در این سامانه قابلیت تفکیک کمی با مقیاس تدریجی وجود داشت که امروزه با استفاده از مبدل‌های مناسب بهبود یافته است. رادارهای تصویرگر را می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم نمود: رادارهای آرایه حقیقی RAR، رادارهای آرایه ترکیبی SAR. رادار SAR. رادارهای روزن مصنوعی SAR به نوعی از رادارها اطلاق می شود که برای امور نقشه برداری و تصویر برداری از سطح زمین به کار می رود و معمولا این فناوری در هواپیماهای شناسایی با اهداف نظامی و غیر نظامی کاربرد دارد. امواج رادیویی این رادار در دفعات بالا با سرعتی زیاد به سطح مورد نظر تابیده شده و پس از بازگشت تصویر دو بعدی از سطح مورد نظر را در اختیار کاربران قرار می دهد. کاربرد اصلی این فناوری در امور نظامی و تهیه نقشه از مناطق مختلف است، به گونه ای که در جدیدترین مدل‌های موجود SAR قابلیت تهیه تصاویری با قدرت تفکیک 10 سانتی متر وجود دارد. درباره این رادار ضرب‌المثلی وجود دارد که میگوید میتوان با این فناوری ردپای انسان در کویر را شناسایی کرد. از این فناوری جهت تجهیز هواپیماهای شناسایی جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین ساخت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای پیشرفته استفاده شده که به عنوان نمونه هواپیماهای U2، F-15 و پهپادهای RQ-1، RQ-170، پردیتور، RQ-3 و دارکستار رژیم صهیونیستی به این سامانه مجهز شده اند. ضمن اینکه برابر برخی گزارش‌ها نیروی هوایی ترکیه نیز این سامانه را بر روی هواپیماهای F4 بهینه‌سازی شده خود نصب و در عملیات جمع‌آوری اطلاعات جهت سرکوب نیروهای PKK از آنها استفاده می‌کند. شایان ذکر است که از آنجایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 آمریکا که از این فناوری پیشرفته به منظور تهیه نقشه از مکان‌های مورد نظر استفاده می‌کند را کنترل و کد رمزهای آن را کشف نماید، بهره برداری از این سامانه در نیروهای نظامی کشورمان در آینده‌ای نزدیک دور از ذهن نخواهد بود. عمل کرد. همانطور که اشاره شد، رادارهای دهان ترکیبی SAR که به نام رادار آرایه ترکیبی نیز خوانده می شود برای نقشه برداری از زمین بدون استفاده از آنتن‌های بزرگ ابداع شده است. آرایه ترکیبی یکی از روش‌های راداری است که از یک هواپیما یا یک سکوی فضایی اعمال و در آن یک دهانه مؤثر آنتن به گونه ترکیبی ایجاد می شود. در این روش حرکت رادار پیش نیاز اصلی است و باعث می شود که اندازه مؤثر آنتن بسیار بزرگتر از آنتن حقیقی باشد. کارل ویلی در سال 1951 فریضه استفاده از اطلاعات طیفی و شیفت داپلر را برای تامین قدرت تفکیک در جهت پرواز ارائه کرد. وی در سال 1952 راداری به نام سامانه پرتو افکن داپلری ساخت که در فرکانس 75 مگاهرتز کار می‌کرد و دارای یک آنتن کوچک قابل حمل با هواپیما بود. به دلیل کوچکی نسبی آنتن که باعث بزرگ بودن میدان دید آن می‌شد، رادار به نوعی پرتو افکنی نیاز داشت تا به قدرت تفکیک
عظیم در زاویه دست یابد. این اولین راداری است که ما امروز به نام رادار دهان ترکیبی میشناسیم. سامانه اولیه پهلونگر نبود، بلکه راداری بود که با زاویه 45 درجه نسبت به جهت پرواز به طرف جلو نشانه میرفت، اما تصویر با همان روش SLAR تهیه میشد. از طرف دیگر و به طور مستقل ساخت راداری با پردازش داپلری در سال 1954 در آزمایشگاه سامانه‌های کنترل دانشگاه ایلی نیوز آغاز شد. تقریبا از همان موقع این ایده دهان ترکیبی نامیده شد. تحقیقات جاری در دانشگاه ایلی نیوز بعد از چند سال به دلیل اینکه دیگر در بستر اصلی فعالیت‌های پژوهشی گروه فوق قرار نداشت، در حدود سال 1956 به دانشگاه میشیگان انتقال یافت. اولین تصویر SAR در سال 1958 به وسیله پژوهشگران این دانشگاه با استفاده از روش پردازش نوری تولید شد. در طول سال‌های آخر دهه 1950 و اوایل 1960، گسترش سامانه‌های رادار دهان ترکیبی به طور محرمانه در دانشگاه میشیگان و چندین شرکت آمریکایی تعقیب شد. اولین مقالات غیر محرمانه که این نوع جدید رادار تصویرگر را توضیح دادند در سال 1961 منتشر شدند. فعالیت‌های مشابهی به طور همزمان در کشورهای دیگر مانند شوروی سابق، فرانسه و انگلستان در جریان بود، اما مقالات غیر محرمانه که حاوی گزارش این فعالیت‌ها بودند بعد از مقالات 1961 آمریکایی‌ها منتشر شدند. کاربردهای رادار SAR در سال 1969 مقارن با عرضه تجاری رادار ANAPQ9، رادار دهان ترکیبی GEMS بر پایه یک رادار نظامی دیگر که مدتی از بکارگیری آن می‌گذشت به طور تجاری عرضه شد. سامانه‌های پژوهشی دهان ترکیبی در فرکانس‌های 25.1 و 9 گیگاهرتز توسط مؤسسه تحقیقات زیست محیطی میشیگان و آزمایشگاه موتور جت JPL در سال‌های دهه 1970 به پرواز درآمدند. این سامانه چند قطبی بوده و تولید تصاویر به وسیله آنها به قابلیت‌های رادارهای تصویرگر در سنجش از دور کمک شایانی نموده است. پیشنهادات مختلف برای رادارهای فضایی به منظور مشاهده زمین با استفاده از SAR از همان سال‌های دهه 1960 مطرح شدند، اما اولین این رادارها بر ماهواره 300 نصب شده که در سال 1978 به فضا پرتاب شد. این سیستم چندین میلیون کیلومتر مربع از مناطق آبی و خشکی کره زمین را تصویر برداری نمود. تحلیل این اطلاعات در سال 1981 آغاز شد. از تداخل سنجی SAR می توان برای نقشه های توپوگرافی با تفکیک بالا استفاده کرد. بر این اساس ناسا با پرتاب ماهواره توپوسار به فضا از این روش برای تهیه نقشه توپوگرافی جهان با تفکیک افقی 30 متر و دقت ارتفاعی در حد چندین متر استفاده نموده که تهیه این نقشه چندی پیش پایان یافته است. امروز تعیین تغییرات بسیار کوچک در سطح زمین و یخچال‌ها دوره‌های روزانه تا سالیانه در مقیاس جهانی و با دقت در حد میلیمتر بدون تاثیرپذیری از شرایط آب و هوایی و یا شب و روز امکان پذیر است. البته هنوز تحقیقات برای بهبود بخشی این فناوری ادامه دارد. ویژگی‌های SAR SAR های هوایی و فضایی علاوه بر دارا بودن ویژگی های عمومی رادارهای تصویرگر، دارای چند ویژگی منحصر به فرد میباشند. اول، توانایی تصویربرداری از یک سطح با دقت تفکیک از چند متر تا چند کیلومتر. دوم، توانایی تهیه تصویری با دقت مطلوب و معین مستقل از ارتفاع تا حدی که قدرت فرستنده اجازه می‌دهد. سوم، وجود پارامترهای اساسی مختلف مثل قطبش، زاویه تابش، فرکانس و غیره برای بهینه‌سازی سامانه در کاربردهای مشخص. سامانه رادار دهان ترکیبی امتیاز بزرگی نسبت به سامانه دهان حقیقی دارد و آن عدم وابستگی قدرت تفکیک در امتداد مسیر پرواز از فاصله است. بنابراین چنین سامانه‌ای می‌تواند بدون وارد شدن خدشه به قدرت تفکیک در مسیر پرواز، به جای استفاده از پهنای پالس ارسالی از شیفت داپلر استفاده کند. می توان نشان داد که اندازه سلول تصویری در جهت مسیر پرواز می تواند به طور نظری به کوچکی RA مساوی L دوم باشد که در آن L اندازه طولی آنتن است. بنابراین برای دستیابی به قدرت تفکیک بیشتر، SAR به یک آنتن کوتاه نیاز دارد، در حالی که RAR استفاده از یک آنتن خیلی بلند را ایجاب می کند.